بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و گرامی. در این جلسه خط خانم طاهره موسویان رو که از هنرجوهای دوره عالی خط نسخ هستن بررسی میکنیم. خب سعی میکنیم به صورت تطبیقی مشق ایشون رو بررسی کنیم که انشالله مفیدتر باشه این آموزش ها. اولین کلمه کلمه علی هست که میبینیم که در این قسمت حالت سطح خیلی بیشتر از حد معمول هست، یعنی به جای این که از این سمت بیاد جلو و حرکت کنه بعد بره بالا، بیشتر توی نوشتن این یه به حالت افقی توجه شده و این حالت کمانی شکلی که در نوشتن حرف یه یا نون وجود داره یه مقدار ازش غفلت شده و نتیجتاً میبینیم که این یه بیش از 70% یا 60% حالت افقی به خودش گرفته. حالا در الگویی که داریم شما اگر توجه کنید بررسی کنید میبینید تا اینجا که این خط شیبه، یعنی این قسمتش که توی مستطیله کاملاً شیبه، این قسمت هم که این نقطه مرکزیت بهش داد اینجا شد گوشه، اینم که حالت شیبی است که به سمت بالا داره میره. این ناحیه که خود این هم در چرخش و در گردش هست و حس خط افقی ما درش میبینیم، تازه خود این هم به اون صورتی که فکر کنیم حالا اینطوری هست نیست، ولی به هر حال احساس افقی بودن تو این قسمت تو این ناحیه بیشتره، ولی در خط خانم موسویان اینجا نگاه میکنیم میبینیم که حالت افقی خیلی برجستگی داره، ولی در این خط که خط مرحوم محمد هاشم اصفهانی هست میبینیم اینجا به اندازه کافی توی این شیب ابتدا و شیب انتها اینها توجه شده. نکته بعدی اینه که اینها را این جیم ها و این ه ابتدای کلمه توی خط شما یه خورده بزرگ نوشته شده و یه قوس خیلی پری اینجا بهش دادید که اینقدر لازم نیست، خیلی قوس تندیه. اینجا هم که این کل این ه نسبت به کلمه بزرگه. یه مسئله دیگه ای که هست اینه که زمانی که ما یک کلمه ای داریم به صورت کشیده و این آخرش ه وصل میشه، این ه رو دیگه ما نباید این گوشه بذاریم. خب به میزانی که اینجا این کشیده طولانی شده اینم میره بالاتر، این ه بالاتر قرار میگیره تا این حالت تعادل حفظ بشه. حالا اگر مثلا کلمه جنت به این شکل بود بله ه خیلی بالا نمیره، ولی حالا که کشیده شده این ه هم میره بالاتر، اما شما اینو کشیدید ولی بالا نبردید. حالا توی الگو نگاه کنید، توی الگو وقتی که ما خط زمینه رو میکشیم متوجه میشیم که خب خیلی نسبت به خطی که شما نوشتید این ه بالاتره و نسبت به ه معمولی که، یعنی مثلا اگر خود ایشون میخواست جنت بنویسه دیگه اینقدر بالا که نمیرفت توی قسمتی که نکشیده. بنابراین این بالاتر قرار گرفتن ه در انتهای کشیده ها نسبت به کلمات معمولی یه چیزی هست که توی خط اساتید ما میبینیم و ایشون هم که توی همین الگویی که شما در تصویر میبینید چند بار کلمه جنت یا حبوهو هست که آخرش ته گرد هست یا ه، همه اینها این مسئله رعایت شده. اما سراغ کلمه قسیم بریم. قسیم رو شما توی این قسمت زیر قاف یه چاله ایجاد کردید، اینجوری شده، این بایستی دور بزنه و توی دور زدن هم یه خورده حواستون باشه که از ضخامتش کم بشه. اینجا حالا حالت چاله مانند شده. نکته بعدی توی قسمت یم هست،
اینجا که رسیدید به این حالت متصل میشید به میم. حالا ممکن شما بگید خب الگو اینطور نبوده، توی الگو به این حالتی که من نوشتم نیست، این حالت بیشتر توی نیریزی هست، ولی همینم که الگو نوشته باز توی خط شما به این حالت نمیبینیم. بنابراین این قسمت رو بایستی بیشتر دقت کنید که من حالا سعی میکنم بنویسم براتون که تفاوتش رو متوجه بشید. ببینید اینجا که ما میرسیم میخواییم یم رو متصل کنیم به این شکل میشه. دقت کنید به این حالت میشه. خب حالا اینجا وقتشه که دیگه میم رو بهش متصل کنیم. بنابراین توی این قسمت سعی کنید دقت کنید. این قلمی هم که من می نویسم یه خورده قلم بزرگیه. اینو من کسانی که نسخ کار میکنن توصیه میکنم. ببینید قلم درشت کسی حریفش نمیشه. به این آسانی نمیشه با قلم درشت نوشت. بعضی از حروف و بعضی از کلمات همه میتونن. مثلا دالو خیلی چیز پیچیده ای نیست که نشه با قلم درشت مثلا خوب نوشت، اما بقیه حروف اینجور نیست، اینقدر آسان نیست. لذا سراغ قلم درشت نرید و تمام تمریناتتون با قلم 2 میل و زیر 2 میل باشه. نهایتاً خیلی دلتون کشید قلم بزرگ کار کنید، 3 میل کار کنید. دیگه بالاتر از 2.5 میل اصلا چندان توصیه نمیشه. این 3 میل هم که میگم اگر یه وقت دیگه خیلی دلتون کشید قلم بزرگ، قلم مثلا 4-5 میل و بالاتر و اینها برای کسانی هست که در خط نسخ واقعا حرفه‌ای شده باشن و تمایل دارن که تو اون اندازه هم کار کنن. خود من که توی این فیلم ها برای شما عزیزان مطلب می نویسم اصلا با این اندازه قلم تمرین نمی کنم و در حد 1 کلمه 2 کلمه گاهی توی فیلم ها با قلم بزرگتر می نویسم. اکثر فیلم های من هم با قلم های 2 میل 3 میل فیلم برداری می کنم. هنگام نوشتن 2 میل استفاده می کنم یا 3 میل. اینم خیلی توصیه مهمی اگر کسی رعایت نکنه توی تمرینات خط نسخش خب خیلی درجا می زنه، عقب می افته. بریم سراغ نکته بعدی. کلمه انار این قسمتی خورده کوچیک شده و این لرزش توی این الف، این الف کلن یه چیز کوچولویه. حالا این اینقدرش لرزه داره خیلی پذیرفته نیست، باید حتما صاف بنویسید. این دوتا کنار همدیگه وقتی نگاه میکنه میبینی اینقدر بزرگه که این تو آغوش این نشسته. خب اینا بایستی یه مقداری چیز بشه، روش کار بشه. این فضا هم فشرده شده، این فضا بایستی یه مقداری تنفس داشته باشه. این قسمت این کلمه رو من چون 2-3 بار گفتم و تکرار اشکال شده نمیگم اشکالش چیه، فقط مراجعه کنید به تعلیمات گذشته و اینو برطرف کنید. این خیلی تکرار میشه توی مشق هاتون و میبینم اصلاح نشده. بایستی از روی الگو نگاه کنید. توصیه من اینه که مثلا اگه یه هنرجویی، حالا چه حضرت عالی چه دیگران فرق نداره، حتی توی خط نسخ هم نه تو همه خطوط، مثلا فرض کنید یه اینطور کلمه ما اشکال داریم، خیلی ارزشمنده که حتی شما 1 روزتون کلن صرف بشه برای یادگیری این کلمه و پروندش برای همیشه بسته بشه. منظورم اینه که یعنی در یک حد قابل قبولی ما این کلمه رو یاد بگیریم. حالا ممکنه روزهای بعد ماهای بعد باز از اینم بهتر بنویسیم که داریم می‌نویسیم، ولی به یه حدی برسیم که وقتی این کلمه‌ای که مشکل داشتیم نگاه میکنیم متوجه بشیم که از دیروزمون یا از 2 هفته قبلمون یه رشدی کرده که قابل توجه هست. اینطور باید بشه. کلمه وسیع، الان من براتون کلمه قسیمو که نوشتم یمشو گفتم، اینجا هم یه همینطور حالتی داره که حالا یه مقدار متفاوت هست، ولی باز اینجا هم توی خط شما مشق نظری نیاز دارید، یه خورده باید مشق نظری کنید. توی الگویی که شما دارید بین
ت در مصطفی، ببینید اینجا فاصله هست، اینجا فاصله میبینیم، اما توی خط شما اون فاصله کمه. بعد حتما زلفای حرف تا دستدار اینا رو بگذارید، الزاماً اینا رو باید بگذارید. باز اینجا این یک نکشیده بوده توی الگو، شما کشیدید اینا رو، الگو که میذارید دلوتون. من یه چیز خنده‌داری هم برای شما بگم، اینو داشته باشید. اینا که چند تا خط کار میکنن، مثلا داره نستعلیق کار میکنه و خط نسخ هم کار میکنه یا سورس هم کار میکنه، گاهی وقتا مثلا این کتاب جلوشه، این الگو هم جلوشه داره کار میکنه، یه دفعه دلش میکشه که مثلا حالا یه نسخ هم بنویسی. و اگر یه کسی ازش فیلم بگیره، خیلی براش، برای خودش نشون بده، شاید خندش بگیره که شما اینو گذاشتی جلوت ولی داری اینو مینویسی، نسخ و نستعلیق رو گذاشتی جلوت ولی داری نسخ مینویسی، سلس رو گذاشتی جلوت داری نستعلیق مینویسی، نستعلیق رو گذاشتی جلوت داری سلس مینویسی. اینایی که چند تا خط کار میکنن این قضیه مبتلا میشن گهگاهی، و کنترل کردن خود هنگام نوشتن که امروز من فلان خط باید بنویسم فردا فلان خط، اینا یک مسئله سختیه. خب هیچ کس هم بر آدم نظارت نداره و اگر کنترلم نکنیم واقعا خط کار کردنمون به درد نمیخوره، جلو نمیریم به این آسانی و تبدیل میشه به بی‌نظمی. اما حالا ربطش به این آموزش شما چیه؟ اگر شما الگوی جلوتونه وصی المصطفی اینجوری نوشته که میم مصطفی افتاده توی این حلقه یه، الف افتاده اینجا، نمیدونم بین این ت و ف اینقدر فاصله هست، این حقا اینقدرش افتاده روی این قسمت که حرف یه، عرض کنم به حضورتون این تنوین بالای تشدیده، مثلا آخرش وصل میشه به این الف، نقطه قاف کجا هست، چقدر فاصله با این ق داره. اگر اینا رو ما توی نوشتن یک سطر یا یک الگو رعایت کردیم و تلاش خودمو کردیم که نزدیک بهش بنویسیم، این میشه نظیر نویسی. کسانی که نظیر نویسی میکنن بسیار بسیار پیشرفت میکنن و قدمهای بزرگی توی خط برمیدارن. بنابراین برای اینکه ما بتونیم از این فرصتی که داریم استفاده خیلی خیلی بهینه داشته باشیم، بهتره اینی که تا جایی که میتونیم مطابقت بدیم کارمون رو با الگو و سلیقه خودمون داخل کار نیاریم. یعنی اینجا مصطفی نکشیده، منم نمیکشم، همونی که الگو نوشته مینویسم. خب اینجوری خیلی زودتر پیشرفت میکنید. این قسمت خیلی خشکه، الگو شما نگاه کنید اینجا اینجوری نیست، یه شیبی داره برای خودش. شما دقیقا برعکس الگو نوشتید، الگو اگر شیبش اینجوریه شما شیبتون اینجوری شده. اینه که میگم بایستی بعضی از کلمات بیشتر براش وقت گذاشت، مثلا یکیش همین این کلمه هست، اینا باید زیاد تمرین کنید. الان من خط میکشم، شما شیب رو ببینید، توی خط شما شیب برعکسه، یعنی توی این الگو شیب اگر اینجوری در نظر بگیریم با مبالغه، توی خط شما شیب اینجوریه، داره میره بالا، این داره میاد پایین، این داره میره بالا. کار شما. کلمه امام الفش قدش کوتاه شده، کاملا واضحه کنار میم. و توی کلمه انس هم بایستی واو میگذاشتید عقبتر، اینی که گذاشتید شما خیلی دیگه رفتید جلو. علتش هم اینه که خب دیدید که سطرها ترسیدید اندازه نشه، اومدید این کار کردید. ولی مشکل رو باید جای دیگه حل کنید، مشکل رو توی فاصله بین حروف، توی چیدمانتون، توی مقدار کشیده و اینها بایستی دقت کنید که انشالله بتونید ترکیبی هم که میزنید مطابق الگو باشه. این کلمه الجنه فاصله بین نقطه نون و تشدید رو نگاه کنید چقدر زیاده، و این فتحه. حالا اینجا نگاه کنید، این فاصله رو بسنجید با این فاصله. نقطه ت توی الجنت توی الگو. همین دقت های کوچیک باعث میشه که خط شما فوق العاده تغییر کنه و بسیار بسیار بهتر از قبل بشه.
حتما سعی کنید که در نظیر نویسی بیشتر دقت کنید و انشالله بتونید با این دقت ها خطتون رو ارتقا بدید. امیدوارم این نکته ها برای شما مفید بوده باشه و موجب پیشرفتتون بشه. عزیزانی که در یوتیوب ما را دنبال میکنن، اگر که علاقه دارید به خط نسخ ایرانی، میتونید عبارت آموزش خط نسخ ایرانی به شماره که در تصویر میبینید پیام بدید تا در مورد شرکت در کلاس ها توضیحات کافی خدمت شما ارسال بشه.